نوشته هامو بردار. ممنونم. نوشته درود و عرض ادب دوستان عزیز. هومی پیکو در کنار پسر ایرانی بسیار سنگین و در حضور اسطوره بزرگ احمد ظاهر برگشتیم با ویدئوی جذاب. بشینیم دور هم عشق کنیم. این بسیار سنگینه، خیلی قشنگه. این بسیار سنگینه که میگه بسیار عالیه. خاطرات عبدالله اعتمادی آقا هومن گل که خیلی خیلی نوشته بودن که ما تا حالا فکر کنم ازش ریاکشن نداشتیم. تو خودت ریاکشنی داشتی؟ اطلاعاتی داری؟ نمیدونم. نمیدونم مثلا کیه چجوری. آره من میگفتن جز نزدیکتریناشه و جز کساییه که خیلی میدونسته در مورد احمددار، مثل صمد داردار. ولی خب یه سری آواز گفتن که صمد داردار یکه، یعنی یکی رفیقاش بوده، یکی نزدیکاش بوده، بقیه تک و توکی الکی میان میگن آقا مثلا تو خیابون احمدزاده رو دیدن، رفتن کنسرتش، اومده برای خودش خاطره درست کرده، آره ما دوست بودیم، ما ال بودیم، ما بل بودیم، کاری نداریم. خاطرات عبدالله اعتمادی و خلیل راقب. بچه تا این ویدیو بالا اگه رسیدیم به خلیل راقب هم که ادامه میدیم، اگه نرسیدیم میذاریم برای پارت بعدی. درود خدمت همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومد. بسیار متفاوت سنگین. آقا هومن استارت کار رو بزنه، ما دکمه پلی رو میزن استارت. خیلی سنگین. منو چرا کوچیک میکنی؟ فوق‌العاده است. به مناسبت 78 زادروز هنرمند بزرگ افغانستان احمد ظاهر فقید، در این برنامه ما شخصیت های بسیار عزیز و ارجمند دعوت کردیم. دو شخصیت بسیار عزیز و ارجمند امروز داریم. آجی کی نوشته بود؟ کی؟ عبدالله اعتمادی. بسیار خاطرات جالب داره و با احمدظاهر یک یک بقیدش تاجیکی داشت. عبدالله جان اعتمادی از آلمان در تاجیکستان هستن، تشریف بردن. مهمان آقای عبدالکریم حق نظروف هستن و دیگه دوستای تاجیکی. امینا را در لین داریم، اجازه بدین که نارا در برده تلویزیون خدمت شما ازشون دعوت کنیم که بیاید. جناب اعتمادی درود سلام، چشمای ما روشن که شما را بعد از سالهای سال در برنامه پندارها و گفتارها که یک آرزوی ما بود میبینم. محبت کردین. سلام خدمت شما و عرض ادب خدمت شما و تمام بیننده های برنامه جالبتان. بسیار زیاد تشکر. لطف کردیم واقعا بسیار دیر بود ما شما هم صحبت شدیم. خدا خواست که امسال ما شما با آدم صحبت هایی داشته باشیم. قربانتان. بسیار زیاد تشکر از این که در تقریبا 11 شب تاجیکستان شهر دوشنبه شما لطف کردین بیدار هستین و در برنامه ما اشتراک کردین. جناب اعتمادی شما را مخو قسمه که خصوصی هم گفتم از بسیار زمانای نوجوانی میشناسم، از زمانی که تا فکر میکنم انوز کار هنری رو شروع نکرده بودین، کار نوازندگی رو شروع نکرده بودین. چرا شبیه همه و بازنده یاد احمد ظاهر شروع کردین، خوب هم شروع کردین. آره شبیه تا زمانی که احمد ظاهر بود مثل دیگه دوستا بسیار جانانه شروع کردین کارتان. سوال ما از شما به شکل مشخص است که در مورد احمد ظاهر با صدها برنامه گرفته شده و این جانب هم تقریبا 8-9-10 برنامه دارم در مورد احمد ظاهر. بیشتر با آقای راغب هم صحبت کردم و انتقاد خود کردم که در تمام برنامه هایی که ما گرفتیم با تاسف تمام یک نقیصه کلانی که در کار ما و دیگه برنامه سازا داشت وجود داشته امی بوده که ما احمد ظاهر معرفی کردیم، شعرش، شخصیتش، همه گپایش، کسایی که قد از اون نواختن که مردمای اساسی هستن امور با تاسف فراموش همه ما شد. بله مطبوعات امروز ما بسیار خود ما مردم فراموشکاری هستیم هومن. خیلی وضعمون خرابه، خیلی از لحاظ ذهنی باطلیم و اینه که باعث میشه که هی پیشرفتای ما بسیار اندک 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 باشه. آره افتضاحی بابا. یارو 3,000 میلیارد رو بردن، فردا همه یادشون رفته. بعد میان تو خیابون داد میزنن، یک سال داد میزنن اخراج افغانی. خب تو اگه مطالبه گر بودی میرفتی پول تو دهن یارو که اختلاس کرده میگرفتی. به خدا مردم خیلی عجیب غریبن.
یکم نگاه میکنی اصلا همه چی عجیب شده. من زیاد صحبت کردم. نه خواهش میکنم، داریم استفاده میکنم از صحبتهای جانانه شما استاد هومن. مردم ما متاسفانه در روز به منفعت خودشون زندگی میکنن، نظر میدن و میبینن. گرفتی چی میگم؟ جای دوری نمیخواییم بریم، همین تو حیطه کاری خودمون. من خیلی ها رو میشناسم، من با خیلی ها در ارتباط بودم، باهاشون حرف زدم. سن اون چیزی که هستن جلو دوربین که میبینی واقعا نیستن. اون پشت مشته یه دشمنیه نیست. یه دشمنیه، یه حسودیه، یه زیرابزنیه که فقط خدا میتونه. آفره نقاب. هر روز یه نقاب آقا اینجا گذاشته، آقا 70-80 تا 100 تا نقاب، هر روز با یه نقاب وارد میشه. این موضوع مردم ماه که به شدت ناراحت کننده و خیلی بده. از خواهی میکنم سنگی خوشستم که شما را دارم و میخواییم از زبان شما بشنوم که اول خود شما نقش شما چگونه بوده با احمد ظاهر، در چند آهنگ شما نواختین و دیگه نقش نوازنده ها در ساختن آهنگ های احمد ظاهر چقدر بوده. اسم این آقای چیه نمیدونی؟ برنامه رو ساخته؟ نوشته راستا. راستا؟ آره. نه اینا رو بنویسم. اوکی مرسی. برای چی؟ یادم بمونه. بعدن شاید میگه آخه 100 تا برنامه ساختیم راجع به احمد زاهر. ببینیم چی ساخته. گفت 10 تا خودم ساختم فقط. آره. داریم، زیاد داریم. در شروع همه خبر دارن که زمانی که احمد زاهر جان موسیقی شروع کرد از لیسه حبیبیه و با گروه آماتورا، در زمان جناب مسکینر بایشون جاز می نواختن و از او خلیجان راغب چند زمانه و از او خوشبختانه من در قسمت جاز بند یا درم امرای احمد زاهر جان هم کاری شروع کردم و در قسمت نقش نوازنده ساختار آهنگایشون واضح است. نوازنده رو بسیار عمده رو دارن، کسی که موزیک می نوازن امبرایشن و عزیز تقریبا آدم گفته می تانه که 50% رول دارن. بر مقبولی امو آهنگ مقبولی امو کمپوز، اما ای که خود هنرمند چقدر قوی است و چقدر بایستعداد است، چقدر ستاره است، او جایگاه خود دارن. این حال بایستا به آدم که بیونه مثال، چون صحبت زیادتر سر احمد زاهر جان است، راجع به احمد زاهر صحبت می کنیم. احمد زاهر به تنهایم بدون سازهای دیگه میتونست با ارمونیا و تبله همه خیلی زیبا و قشنگ بخوانن که کمبود یالات موسیقی دیگره پس ضرورت از یا نبود. و بازیس موسیقین های دو زمان بسیار خوب امرای احمد زاهر جان افتخار داشتن کمکاری کنن به شمول خودم. واقعا من افتخار میکنه که من نوازنده احمد زاهر بودم و من تقریبا مبالغه نشه چالا که دوستان انتقاد نکنن، من فکر میکنم 70% آهنگایشان ما کار کردیم. 70% خیلی، یعنی ببین از 400 تا حدودا 300 باش بوده دقیقا 300 آره آره. و چه رفاقتی با هم داشتن. خب قطعا درسته دیگه، راست میگفتن که میگفتن جز نزدیکترین هاست و خیلی هم کم حرف زده هومن. شاید تو برنامه نبردنش حرف بزنه. خب این برنامه سازه باید بیارن دیگه. خب خودش نمیره، شاید دوست نداره بره. تو هم خیلی بهت پیشنهاد میشه یا مثلا ماها یه سری پیشنهاد ها بهم میشه، خب دیگه با هم حرف میزنم. آدم یه سری جا قبول نمی کنه، حتما خب قبول نیست، قرار نیست تو قبول کنی. مثلا ولی اشباری کلن 3-4 برنامه اومده در مورد احمد زاهر حرف زده، جزء کسایی بوده که احمد زاهر اصلا کنار هم بودن، کنار هم زندگی میکنن. یا مثلا صمد داردار اینجوریه، نمیشه تو هر دقیقه بیای بگی آی من اینجوری، آی من با این اصلا شأن و شخصیت خودت میاد پایین. با تشکل سنگین همچنان آفن. خوب داریم میریم جلو هومن، سنگینی خوبی داری. سنگین باش، مسخره بازی در نیار. آهنگ های ثبتش هم میگین و یا آهنگ هایی که در مجموع در کنسرت هم خوانده و شما کار کردین که تشیگه پا در جمع مجموع من زیادتر صحبت سر آهنگایی که در
22 ثبت شده، مثلا 22 افغان موزیک از کست 4 تا کست 13 رو ما هم کار بودیم کار کردیم و 5 کستی که در موزیک سنتر ثبت شده 4 کست چه ما خودم کار کردیم. یه اون موزه که آقای راغب هم فکر کنم در ایران برای تحصیلات رفته بودن. بله بله، اون وقتا با آقای راغب تشریف نداشتن، رفته بودن برای تحصیلات به ایران. مثلا وقتی اونا که رفتن احمد زایر متاسفانه در وقت زندان بود، وقتی از زندان رها میشن و از من تقاضا کردن که من برشن همکاری کنم و جسم اقا افتخار سرخوشی من قبول کردم و اولین آهنگی که باشن کار کردم آهنگ مادر بود و این رو باشن کار کردم. باید اگر دو آهنگ احمد زایر دو آهنگ خوانده، ار دو آهنگش شما کار کردین کتیش؟ کدام آهنگ بشه من نتانست لیلی 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 جان امو که از زندان میبره، فکر کنم من مصاحبهش شنیدم که باز میگه که شعر از یام از خادم است، به نازم قلب پاکت مادر من. بله شروع اولین آهنگی که با احمد زایر من کار کردم همی آهنگ بود و آهنگ دیگه باز برای غم من سینه دنیا تنگ از بقیه ما چه پرکرم دنیا تنگ از دو آهنگ دم یک روز ثبت کردیم که با تصمان آهنگ دوم نظر به پلیسی دولت فقط یک بار نشد، بعد از اون آهنگ هم زندانی شد. جالبش ایست که واقعیت یه بعد اون زندانی شده باره. آره بعد همون یه سری تازه اومده بیرون. خود چجوری این؟ واسه آهنگ زندونی میشه؟ احتمالا رسن داستان دیگه، چون به هر حال اون موقع هم بوده ها، آهنگای سیاسی، آهنگای فلان مثل ایران هست یه چی میخوام سر بازداشت اون موقع خیلی گیر بود تا الان برای افغانستان. اینو میخواستم بهت بگم که یه سری موزیک ها داره احمد زایر که به اجبار رو سرش خوندن. خواهرش اومد تعریف میکرد، ویدیوشو گرفته بودم که یه سری آهنگا هست برای جمهوری خونده، نمیدونم برای خلق خونده، همچین چیزی که گفت مجبورش کردن بخونه، که گفت اومده با تفنگ بردنش. آره گفت تفنگ اومدن خونه. بعد حالا حساب کن پدرش خودش جز وزیرا و نخست وزیر این داستانا بوده، ببین یارو کیا بودن. آره نظامی گری میکنن به زور مجبورت میکنن هر کاری بکنی. یعنی خیلی زوایا است شخصیت های مثل احمد زایر، زایر ویدا و به خصوص احمد زایر هم کار کردن کار ساده نبود. یعنی به این معنا که و آدم عمده بنا به گفته جناب خیال صاحب که در انتخاب آهنگ شعر بسیار دقت میکرد، سختگیر بود در انتخاب آهنگ، در ترکیب آهنگ و امی تنظیم آهنگ و نوازنده ها بسیار زیاد و سخت گیر. یعنی خواهی خمکان نداشت یک کسی را می آورد که وان باز ستون فقرات یک آهنگ که عبارت از ریتم است یا به حساب شرطی تال است. بنان شما از چی وقت باز موسیقی را پرکتیس کردن تا این سرحد رسیدن که کتی احمد زایر بنوازن؟ یعنی دوجه یک نوازنده در 20 سال کار میکنه که تا باز برسه با یک سوپر استار بشه. خب از من گفتم من بسیار آدم نیکبخت خوشبخت بودم که ممره بزرگترین آوازخوانا و هنرمندا افتخار همکاری داشتم. شروع کارم با آقای زایر هویدا بود. فکر میکنم 16 سال از سنف ده مکتب بودم، یکی دو سال با زایر هویدا کار کردم. با اونو وزیز تجربه اول زیادتر با اونا حاصل کردم، تمرینات اینا به کمه شناخته شده مردم شناختنم نسبی شهرت پیدا کردم. بعد از که احمد زایر جان از زندان آزاد شده و اونا باز کارهای ما به خلی میدیدم، چون یک بار در کنسرت زایر هویدا در هتل اسپینزر آمدن و متوجه شدن که من جاز می نوازم، جاز می نوازی بودم، ما باز آمده یک چند آهنگ خواندنم من بشم کار کردم. آها. و اینمی شروع کار ما بود و همین دو سال تجربه کاری ما با زایر ویدا بود. با زایر ویدا باز بعد از این که شما خود تا مو آخر کته زنده یاد احمد زایر بودین دیگه؟ بله. و از اون موقع همیشه باش بوده؟ آره دیگه گفت 70 درصد. یعنی ایران هم اومده باش؟ میدونم نمیدونم
اوکی قطعاً 300 تا آهنگشو بوده تقریبا. آره دیگه، من حس میکنم اومده و اینکه دوست نداشته زیاد خودشو نشون بده، اسمش این ور اون ور بیاد. میگیدی چی میگم؟ ممکنه. آره، چون احمد ظاهر به هر حال جزء اسمهاییه که تو واقعا میشه ازش سوء استفاده هایی کرد. آره. به دلیل بزرگ بودنش، به دلیل معروفیتش، به دلیل محبوبیتش، و این سوء استفاده رو که میگم واقعا جای تأسف داره برای مردم ماها که واقعا داره ازش هم سوء استفاده میشه متاسفانه. گیریان برنامه خواه یکی خواه آهنگ یک هنرمند میسازه یا یک کمپوزیتور یا آهنگساز اگر بگویمش، باز او آهنگ که میسازه من بر تمر به اصطلاح امو خامشه که میارن میریزن خونجا خواه نوازنده هاست، باز اینمی موزیکت کی تنظیم میکرد؟ کی میگفت که برادر جاز یعنی تو از اینجا بگی که مثلا وایلون تو از اینجا بگی مثلا ترمپت نواز این از اینجا شروع کو اینجا رو اینی قسم این می تنظیم موزیک کی میکرد جناب اعتمادی دو تو بود که وقتی آوازخوان مثلا احمد ظاهر آهنگ خود میخوانه گفته شما خامشه میگه فینی کمپوز است مثلا در فلان راگ است واضح سودا بدن یا آهنگ هم میخواندن بعدش تنظیم مثلا نغمه را زیادتر وظیفه استاد ننگیالی بود استاد سرمست و آقای مسئول جمال یعنی سه نفر بسیاری این کار میکنند نغمه تنظیم میشد درست میشد و قسمت ها تقسیم میشد که کدام پیسه کدام قسمت ها کی بنوازه و در این جریان ما پیش خود چرت میزه که نال در کدام قسمت چه قسم بنوازم مثلا وظیفه ما زیادتر هم این بود که شروع ها استاپ ها ختم اینا را اکثرا من نظر میدادم و خوشبختانه ما یک همکاری بسیار سالم بین یعنی همکارا و نرمندا داشته با استادا با وجودی که من کوچکترین کارشان بودم بله. نظر که میدادم اونا قبول میکردن و یک همکاری بسیار سالم بسیار خوب بود. ربطی نداره به نظرم سن و سال و کوچیک بزرگی در بین این کارها، چیزی که درسته چیزی که قویه و چیزی که اون نظره از همه بالاتره باید مورد قبول واقع بشه که اون گروه اینجوری بیان بالا. شما چی میگید؟ سنی نداشته. آره. گفتش که از 16 سالگی دو سال با ظاهر هویدا بودم، زنده یاد ظاهر هویدا، بعدش احمد ظاهر اومد که با احمد یعنی از 18 سالگی با احمد ظاهر کار کرده. شاید کمتر کسی مثلا بهش اعتماد کنه. به عنوان یه خواننده معروف میگم ها. معمولا دنبال آدمای با تجربه تر و نمیدونم نقطه تر و اینا. ببین ایشون الان ما میگیم آقا 65 تا 70 سالش باشه. هست به نظر شاید یکم آره. شاید مثلا شاید اینا. آره بعد اینجا که حساب کنیم الان 87 سالگی استاد احمد ظاهره، حساب کن 15 سال اینا تفاوت سن داشتن که احمد ظاهر ایشونو حالا هر جوری شده با هم شروع به همکاری کردن. حالا بگیم این اینو آورده اون اینو آورده اصلا کلمه غلطه، همکاری شروع شده اینه که از دانش بالایی برخوردار بوده به نظر من. اوه من قفل شد فکر کنم. بای بای کن. ممنونم. کوچیلی بزرگو از دست دادیم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. تک و تنها با کلی آرزو. اه زنده شدی؟ دیگه هر موقع بیاد میاد. ممنونم. بعدم خاطر به نظر به فکر میکنم که تاول ما انگام تو ماندگار شده و در زمان بهترین موزیک هم نواخته شده و در شروع احمد زاهر جان خودش واضح انتخاب میکرد که نوازنده کی باشه. چند نفر که واضح ثابت بود مثلا ما بودم استاد ننگیالی بود، استاد اسماعیل خان بود، استاد سرمست و آقای مسئول جمال و در باز آلات موسیقی دیگر که اونا اتفاق میکنند باز وقتا مثلا رباب داخل میکنند در موسیقی خود، باز وقتا مثلا ستاره، باز وقتا قسمت ریتم دول یا زیربغلی در کسیس خود میخواست یک نواری کارای نو کنه. در اون قسمت خودشان انتخاب میکنند در شروعی که مای سبتایی که داشتیم در قسمت تنظیم موزیک خودشان هم شریک بود. خودشانم شریک بودن خودشانم کار میکنن باز پس آنها کمتر مداخله میکردن کار میدماندن جاتر به مدرس
مثلا کوچولی بزرگ ما در نبودت ادامه دادیم یه دقیقه رو. به چه نتیجه رسیدی؟ یادم درست گفتم دیگه ها 18 سالگی آره به این آره به این نتیجه رسیدم که مثلا آقا الان استاد مظاهر 87 سالشه مثلا تو برنامه که حالا سالگرهش رو گرفتن و جناب اعتمادی هم حالا ما میگیم بین 65 تا 70 سالشه. آره دیگه همین اختلاف سنی داره. آره اختلاف سنیش طوری بوده که اون اعتماده چجوری به وجود اومده از هنر دانش و اون اعتمادی بوده که نسبت به آقای اعتمادی داشتن. سرمسئول استاد ننگلوی مسئول جمال اونا درست میکردن باز یک تمرین میشد باز ثبت میکردن تمام بسیار سیستم کار اون زمان ما بود که بشکل بسیار طبیعی حالا خود کل وسایل الکترونیکی سوال. بله کلش لایف بود کلش طبیعی کلش سوال برای یک وقت شرایط تو نبود به سیستم ترک نبود که هر کس به قسمت ساز خود به نواز و دک ترک مخصوص بود یا آخر کل از اون مکشه بود در اون زمان کلی مشترکن می نواختن یکی اگر شباه می کرد در نوازنده به تفاوت مثلا من اشتباه می کرد باز اثر شروع می شد آخر. این صحبت رو یه بار دیگه هم داشتیم یعنی فقط یک بار دیگه یه جا دیگه با هم شنیدیم هومن جان که اشاره کردن هیچ دم و دستگاهی نبود میکسر و پیکسر و این حرفا و شما باید درصد خطات میومد پایین تر باید صفر باشه این میکروفون رو میذاشتن میزدن همه حالا تو باید همه چی تنظیم باشه صدای مثلا ربابت از تبلت بیشتر نباشه به جز اینکه سوتی ندیا مثلا خواننده اشتباه نخونه می اومد اصلا موسیقی همینه داداش باید تو زنده بخونی به خاطر همونه گوش میکنی حال میکنی چون همه چی زنده است نفس خواننده توی موسیقی هست اینا خیلی تاثیر داره مثلا یه صدا رو ببری تو دستگاه همه چیزو بالا پایین کنی همه موزیکا شکل هم شدن چون همشون دستکاری میشن یک حقیقت دقیقاً به دلیل نبودن آقا هومن در اون یکی دو دقیقه پایان ویدیو رو به استاد گرامی میسپارم تموم شد با تشکر چیزی ندیدی تازه آماده بودم به صحبت های خیلی رو چند دوازده دقیقه هست آره اوکی اونم حالا بعدن میذاریمش به امید خدا پایان ویدیو مرسی تا اینجا با ما همراه بودید بسیار جذاب صحبت راجب احمد ظاهر با یکی از نوازنده ها آشنا شدیم که خیلی در حق نوازنده ها کلن ظلم میشه بله. تو ایران و افغانستان هم همین جوری که گفتن اینجوری هست امیدوارم که بیشتر بشینیم صحبت کنن ببینیم که چه اطلاعات باحالی میتونیم ازش کسب کنیم مخلصم ماچ به کلتون تا ویدیوی بعدی با آقای 7 میلیمتر خدا نگهدار تنگیم